یکی از جمله عبادت‌های بسیار بزرگی که قرآن بر رعایت آن تاکید نموده و از جمله موارد مهم اجتماعی میباشد، بحث وفا و عهد و پیمان است. و متاسفانه امروز در جامعه اسلامی در بسیار از جاها میبینیم که چقدر مسلمان‌ها وعده خلاف هستند. برای قضیه اهمیت نمیدن. در حالی که یکی از موارد اخلاقی بسیار بزرگ است که قرآن به قضیه اشاره میکند. من میخوام فقط اهمیت عهد و پیمان را فقط در لابلای چند آیتی از قرآن بیان بکنم خدمت عزیزان. که عهد و پیمان یعنی چی؟ برای یک مسلمان چی اهمیتی داره؟ و مسلمان باید خودش را در برابر یعنی قضایا متعهد بشمارد. یعنی همون طوری که برای نماز التزام دارید، برای روزه التزام دارید، برای حج التزام و پایبندی دارید، برای بقیه عباداتتان، مسلمان باید متعهد باشد. اصلا نمیزیبد برای شخصیت انسان مسلمان که وعده خلاف باشد. یعنی خلاف آنچه که وعده داده، تعهد کرده، قول کرده، به اصطلاح عمل بکند. بیاییم با هم ببینیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن در مورد عهد و پیمان چی میگه. یک، الله عهد و پیمان را جز ایمان انسان دانسته. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسانی که شما ایمان آوردید، یعنی اگر واقعا به نمی قرآن ایمان دارید و به روز آخرت ایمان دارید، اوفوا بالعقود، با عهد و پیمانتان استوار باشه. حالا این عهد و پیمان سیاسی باشه، پیمان های مثلا سیاسی که بسته میشه، حالا این عهد و پیمان به اصطلاح اقتصادی باشه، تجاری باشه، یه عهد و پیمان در بین مثلا داد و ستد و خرید و فروش در بازار باشه، در بین همسایه باشه، یه عهد و پیمان در بین زن و شوهر باشه، در هر عرصه‌ای که است. رعایت کردن عهد و پیمان نشانه ایمان یک انسان مسلمان است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسایی که ایمان آوردید، متعهد باشید با عقدهایی که بسته کردید. کوشش کنید که وعده خلافی نکنید. دوم، قرآن عهد و پیمان را نشانه تقوا و خدا ترسی انسان می نامد. خیلی مهم است. الله سبحانه و تعالی می فرماید و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرهبون، یعنی و ایای فتقون. با عهدتان وفا بکنید. زمانی که شما وفا بکنید و عهدی که با شما هم بسته شده وفا می شود. یعنی هر دو جانب، هر دو طرف، هم عهدی که نسبت به خداوند تعهدی که کردید وفا بکنید و الله به شما و تعهدش وفادار است، و هم تعهدی که نسبت به هم نوعانتان دارید، انسانها در جامعه. و رعایتی وفا و عهد و پیمان علامه نشانه از نشانهای تقوی و خدا ترسی یک انسان مسلمان است. کسی که عهد و پیمانش وفا میکنه، نه به خاطر مجبوریت، بلکه او به خاطر مأموریتی که داره، مأموره از جانب اسلام، و در ضمن به خاطر تقوا و خدا ترسی که داره آنچه که وعده کرده خلاف وعدهش عمل نمی کند. سوم، الله سبحانه و تعالی رعایت کردن عهد و پیمان را نشانی از نشانه های بهشتی بودن انسان می داند. یعنی انسانی که متعهد است، انسانی که وفا و عهد و پیمان داره، از اهل بهشت است. الله تبارک و تعالی در سوره مؤمنون آیاتی در باب به اصطلاح اوصاف بهشتیان بیان میکنه، و همچنین در سوره انبیا الله تبارک و تعالی در آیت به اصطلاح این قضیه را مطرح میکنه، میگه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کسایی که عهد و پیمانشان رعایت میکنن، امانت دار هستند، و در اخیر آیت سوره مؤمنون در ارتباط به بشارتشان به بهشت فردوس میگه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینها وارثین بهشت فردوس هستند. یعنی کسی که متعهد است. یعنی آنقدر قضیه عهد و پیمان مهم بوده که اسلام او را حتی جزء اوصاف بهشتیان میداند. و چهارم، تعهد آنقدر قضیهش مهم، اهمیتش بالا است که حتی الله از انبیا تعهد گرفت. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما از انبیا تعهد گرفتیم، عهد و پیمانشان گرفتیم در برابر ادای مسئولیتشان در برابر رسالت، که نباید کوتاهی بکنن در برابر رسالتشون. کاملا انبیا متعهدترین انسان ها هستند در روی زمین. یعنی چقدر قضیه مهم است. یعنی کسی که
کسی که عهد و پیمانش رعایت میکنه، وفادار است، استوار است، اون مؤمن هست، متقی هست، او از اهل بهشت است، او کار انبیاء علیه السلام را انجام داده در حقیقت. و همچنان در آیات دیگری الله میفرماید و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، ما از ابراهیم و اسماعیل هم عهد و پیمان گرفتیم در برابر مسئولیتی که به اونها داده شده بود، یعنی تنظیف خانه کعبه. عهد و پیمان خیلی مهمه قضیهش. و پنجم، رعایت کردن عهد و پیمان یک وجیبه است برای انسان مسلمان، یک مسئولیت است برای انسان مسلمان. مثل که نماز یک وجیبه است، روزه یک وجیبه است، زکات یک وجیبه است برای انسان مسلمان، یعنی یک فریضه است، یک مأموریت و مسئولیت است که مسلمان او را انجام بده. عین قضیه رعایت کردن عهد و پیمان برای انسان مسلمان یک مسئولیت است، باید درست انجامش بده، کوتاهی نکنه در برابر او. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، شما در برابر این عهد و پیمان هایتان سوال می شوید، مورد سوال و بازخواست قرار می گیرید. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، زمانی که شما عهد می بندید به نام خداوند، به خاطر خداوند، به رضای خداوند، و یک کسی قول و قرار می گذارید، پس باید در برابر عهدتان کاملا استوار باشید. نشود خدای ناکرده که انسان مسلمان وعده خلافی بود، انسان مسلمان خلافی وعدهش عمل بکنه. اولا با یک کسی وقتی که عقد و قول و قرار میگذاری، پیش از اینکه عقد میبندی تصور بکن، فکر بکن که آیا تو از عهده نمی عهد و پیمان میبرای یا نه، چیزی رو تعهد بکن که در توانت باشه، مشروع باشه، قابل انجام باشه، و تو در فردا در برابر او کوتاهی نکنی. با وقتی که تعهد کردی، حالا این تعهد زبانی باشه، این تعهد کتبی باشه، مثل میثاق‌های بین المللی که امروز در بین دولت‌ها به سطح بین المللی باشه، بین دو تا انسان باشه، در هر سطحی که باشه انسان مسلمان مأمور است که باید او را اجرا بکنه. و یکی از اوصاف و ویژگی‌های وارث پیامبر صلی الله علیه و سلم رعایت کردن عهد و پیمان. هیچ جای در تاریخ رسول صلی الله علیه وسلم ثابت نیست که عهد و پیمانی بسته شده باشه و از طرف پیغمبر به یارانش شکسته شده باشه، قطعا. بلکه هر میثاقی که بسته میشد، هر تعهدی که صورت میگرفت، جانب مقابل به اصطلاح چکنی میکردن. ولیکن پیغمبر میگفت با افتخار که من خوشحال هستم از اینکه این پیمان شکنی از طرف ما صورت نگرفت، بنان تو من حیث مسلمان مسئول هستی. اول با کسی عهد و پیمان بسته نکن، وقتی که عهد میکنی باید با عهدت استوار باشی. چرا خلاف عهد عمل کردن نشانه از نشانه های منافق است و سیستم اعتماد جامعه را متزلزل میسازه، از بین میبره، دیگه کسی به کسی اعتماد نمیکنه. تو ضربه‌ای وارد میکنی در جامعه اسلامی که شاید مثلا یک کافر هم نتونه کار انجام بده. و تو می نیست مسلمان اگر وعده خلاف بشی، بی اعتماد بشی، سبب بی اعتمادی در جامعه بشی. من مثال رو براتون بدم. امروز در جامعه ما یکی از جمله گلایه‌ها و شکوهایی که دارن در بحث قرض است. بسیار عزیزای ما میگه فلانی آمده گفته برای من مثلا 5000 دلار قرض بدی تا به مدت 3 ماه. به نمی 3 ماهی که گفته مدت 3 ماه، نمی عهد است خودش. سر 3 ماه باید تو تعهدت باید استوار انجام بدی. ولیکن 3 ماه زیادم 3 سال شده، هنوزم بالاخره بهانه پالی می ما را از کاری که کرده پشیمان کرد، یعنی از خیر ما را پشیمان ساخت. نمیخوایم دوباره اصلا با کسی چنین تعاملی داشته باشه. تو ببین یک عمل کرده تو، یک خلاف وعده عمل کردن تو سبب شده که طرف دیگه اصلا حاضر نباشه برای کسی قرض حسنه بده. چقدر ما مشکل داریم در این باب. همون طوری که مسلمان با نماز و روزه و زکاتش توجه داره، باید با عهد و پیمانش هم توجه داشته باشه. به هر حال موفق و مؤید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.